وزیر نیروی ایران در جمهوری اسلامی چه میگوید درباره وضعیت سوخت و کمبودها یا عدم کمبودها؟ میشنویم آقای پرویز فتا. باید ببینیم روال سرما و مصرف سوخت خانگی به چه صورته. گزارشی شرکت ملی گاز در دولت هفته گذشته ارائه داد، مصرف سوخت گاز به شدت بالا رفته، یعنی 250 میلیون متر مکعب بوده، در وجه سال گذشته نظیر همون روز مثلا حدود 180 میلیون بوده. خب این روند بسیار سودی رو شاید مشکل واقعا تأمینش. ما از نظر تولید نیروگاهی و آماده بودن نیروگاه ها مشکلی رو واقعا احساس نمی کنیم. امیدوار هستیم که روند سرما و مصرف خانگی به نحوی باشه که به مشکل سوخت بر نخوریم. اگر هم این مشکل پیش نیاد به لطف خدا ما تا سال آینده فکر میکنیم مشکل خاصی در تامین انرژی برق نداشته باشیم. تفسیر از شما میشنویم. والا من اول یه چیزی رو واقعا به عنوان ناراحتی خودم بگم. یکی از اشکالات مسئولین حکومت این است که کمکاری های خودشون رو میدازن گردن مردم، گردن خدا. حالا سرما و اینا که هیچ، نه یعنی همین آقای وزیر نیرو دائما پارسال سر گاز هم میگفتن مردم اگر صرف جویی بکنن درست میشه. مردم و مردم بیچاره فکر میکنن که واقعا زیاد مصرف میکنن، در حالی که اینجوری نیست. این افزایش مصرفی که میگن به طور خیلی طبیعی رشد جمعیتی ما داریم در ایران، به هر حال یه تعداد خونه جدید ساخته میشه، یه تعدادی فضاهای جدید به وجود میاد که مردمی که جمعیت رشد میکنن توی زندگی میکنن. خب پارسال هم گاز نبود چون مصرف نکردن، یعنی میزان نیاز طبیعی شاید همین امسال این میزان است که مصرف میکنن. من اتفاقا آقای چالنگی دیشب نگاه میکردم، خبرگزاری فارس رفته بود در ورده بود لیست پروژه هایی رو که شرکت گاز باید تموم میکرده و تموم نکرده، از کوچیک و بزرگ متجاوز از 50 تا 60 پروژه گاز در کشور باید اجرا میشده، به این فصل سرما میرسیده و به نرسیده. پارس جنوبی بزرگاش اون پروژه هاییست که در پارس جنوبی باید به گاز میرسیده، به دلیل اصلا اشتباه حفر کردن که شرکت ملی حفاری کرده، بیش از 50 میلی متر مکعب از یک حوزه فقط انتظار بوده طبق برنامه بیاد به مدار گاز کشور و نمیاد امسال. یعنی پیشا پیش الان خدا به خیر بگذرن، هواشناسی دیدم پیشبینی کرده که این جمعه و شنبه موج سرما از غرب کشور، کوههای زاگرس میاد، استانهای غربی و تا به اصطلاح نیمه های کشور رو میگیره و در ارتفاعات زاگرس با برف توام خواهد شد، یعنی بالاخره داره تلیعه زمستون دیگه. بلافاصله خب طبیعی است مصرف میره بالا و امسال اگر بالای 500 میلیون متر مکعب در روز مردم مصرف بکنن که حتما هم مصرف میکنن، یه سرمایه معمولی تازه داشته باشیم، دولت گاز نداره بده. همین وزارت نیرو که آقای فتاح مسئولش هستن، وزارت خونه ایست که در واقع بیش از 10,000 مگاوات برق عقب نیروگاه‌های گازی رو که قرارداد بسته شده بود لغو کردن یک طرفه، حالا هم دیگه ارز ندارن، کسی هم تو دنیا بهشون نمیفروشه، خوردن به تحریم‌ها. و این وزارت خونه هم اولین مشکلی که داره اینه که همینجوری برق نداره بده، چه برسه به این که گاز نباشه، به سری نیروگاه‌ها وزارت نفت نتونه سوخت بده، اضافه بر اضافه کمبود برق هم خواهد. من هم دعا می‌کنم زمستون انشالله خیلی سرد نشه، آخه چون اگه خیلی هم سرد نشه برف نیاد از اون طرف وقت خوشسالی خواهیم داشت، ولی در یه حد سرد زیاد نشه، برای اینکه پیشا پیش برق، گاز، سوخت در کشور کمه و کمکاری مسئولین حکومت گریبان مردم رو میگیره. بی خودم به نظر من نندازن گردن مردم که صرفه جویی اگه بکنن درست میشه. دائما میگفتن مردم 10% صرفه جویی کنن درست میشه، مردم میکردن، اما کمبود برق بالای 20% 30% کمبود برق داشتن در تابستون که این خاموشی های گسترده رو میدادن. کار کشور رو میشه فقط با دعا انجام داد؟ اصلا پیغمبر خدا هم وقتی میخواست جنگ بکنه این یک جنگجو، یک فرمانده نظامی کاراشو میکرد، برنامه ریزیشو میکرد، البته آخرم دست به دعا برمیداشت. یکی از چیزایی که در ادبیات مذهبی هم هست، دعا
مستجاب نمیشه این است که شما کاری نکنید، بشینید و از خدا بخواید که یه چیزی رو به شما بده. شما باید قدم بردارید، به عقلتون مکلفید، با عقلتون باید برنامه ریزی بکنید به بهترین نحو ممکن، اون وقت دعا هم بکنید، البته خدا هم کمک بکنه. من یک نکته ای رو بگم آقای چالنگی، این روزا تلویزیون ایران پشت هم داره تبلیغ میکنه آمریکا ورشکست شد، بحران اقتصادی تاقش داره میاد زمین، دنیا رو بحران گرفته و یه مقداری هم بحران ایران رو میخوان به مردم بخورونن که ناشی از این همه دنیا بحران مامروش. این آمریکا که الان اینجور ارکانش داره حرکت میکنه و به لرزه اومده، نرخ بیکاری در امریکا از 4% رفته به 6.4% که در اقتصادهای اینا خیلی زیاده. پیش بینی هم میکنن در بدترین شرایط به 10% نخواهد رسید، یک رقمی میماند، ولی همه به تکاپو افتادن. آقای اوباما داره بودجه میبره 700 میلیارد دلار بذارن جاده بسازن، راه بسازن، 500,000 تا شغل ایجاد کنن. بله 2,500,000 شغل برای 2-3 سال آینده ایجاد کنن به پیش به سالا پیش باز این رکود اقتصادی. در کشور ما نرخ بیکاری بالای رسمی بالای 14-15%، غیر رسمی بالای 24-25%. این نفت بروشکه 5 دلاری رو که آقای احمدی نژاد میگه، من اجازه میخوام این یه نکته رو بگم، ما در زمان جنگ اون 8 سالی که جنگ بود هر سال مسئولین برنامه‌ریزی کشور 5 تا سناریو مینوشتند. سناریوی 20 میلیارد دلاری که اگر نفت باشه که طبیعیه، 16 میلیارد، 12، 8 و 0.5 و 0 میلیارد دلاری که هر کدوم به دلیل جنگ اگر پیش اومد بتونیم اداره کنیم. در تمام این سالیان یک سال در واقع اونم سال 1367 نفت درآمدش رسید به 10 میلیارد دلار، نفت شد بشکه 8 دلار. پدر مملکت در اومد 54% بودجه دولت کسر اومد اون سال، و سالی بود که از اصلی ترین دلایلی شد که آقای خمینی بالاخره پذیرفت که جنگ رو بره صلح بکنه، من که دولت نوشت که دیگه دولت توانایی ادامه اداره کشور رو نداره. میخوام بگم آقای احمد نژاد همونطور که دکتر نوری‌زاده میگم، به نظر من هم ایشون عدد رقم نمیداند، نمیدونه که نفت بشکه 5 دلار درآمده، حتی 10 میلیارد دلاری نفت الانی که کشور 73 میلیون جمعیت داره، ایشون چه بلایی سر کشور میاره و چه مصیبتی سر مردم خواهد آورد.